برای اینکه حجت بر ما تمام بشه، اهل بیت رو خدا اون نوع انوار رو در قالب انسان آورد رو زمین، جلو چش ما بدترین ظلم ها برشون شد که حجت بر ما تمام بشه. میخواد بگه چه؟ اوزاد سخته، از ابو عبدالله هم سختره، از زینب کبرا هم سختره، از امیرالمومنین که اونجوری ریخته بودن جلو در خونش، ناموسش رو جلو چشش میزدن هم سختره. میبینید چقدر لوسیم، چقدر سوسولیم، چقدر بچه‌ایم، چقدر زود بهمون برمیخوره. این زندگی ما درست کردیم، فاطمه زهرا سلام الله علیها الگوی زندگیمونه، شیعه خونه امام زمان آمار طلاق باید این باشه، دغدغه‌ها این باید باشه. خدا ببخش اون کسایی که دم از علی و فاطمه زدن اما زندگیشون هیچ شباهتی نداشت. میگه بزرگترین شاخصه یه زندگی علی و فاطمه ساده زیستیشون بود. یه پوست گوسفند داشتن، رو همون غذا میخوردن، رو همون سبزی پاک میکردن، رو همون میخوابیدن. نمیگم بری پوست گوسفند بنازی تو خونه، این یعنی ساده زیستی. نه امروز که تمام این ازدواجا میبینی داره عقب میفته، میگی چرا خانواده زن جهیزیه نداره بده، خانواده پسر خونه بزرگ نمیتونه اجاره کنه، ماشین داشته، این هی عقب بیفته، هی گناه گناه، زنا، چه زنای عملی و چه زنای چشمی که جامعه رو گرفته. کیمون به امیرالمومنین حضرت زهرا میخوره؟ هی بشینیم مسجد رو مسجد گنده کنیم، هی بشینیم حج پشت سر حج بریم، جوون بغل دستمون نیاز به ازدواج داریم، پولو میتونیم بدیم این ازدواجش رو رقم بزنه، کور شدیم نمیبینیم. بله هزینه داره فاطمی بودن، هزینه داره علوی بودن، حیدری بودن. فردا ازت میگن تو آدمی نبودی عزیزم هم که ندونی نشنیده باشی، تو پایین روزا بزرگ شدی. چیت شبیه این بزرگواران بود؟ چیت شبیه این بزرگواران؟